درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. آتش سوزی در پالایشگاه پارس پتروی شوشتر، دست کم یک کشته و چهار زخمی بر جای گذاشت. سهیلا گلستانی، بازیگر دانه انجیر معابد که در ایران تحت فشارهای امنیتی قرار دارد، نامزد جایزه بهترین بازیگری آسیا پاسیفیک شد. یک سازمان حقوق بشری هشدار داد که محمد رضا عزیزی، کودک مجرم زندانی در شیراز، با خطر اعدام مواجه است. در ادامه حملات هوایی امروز اسرائیل به مناطقی در سراسر لبنان، 21 تن کشته شدند. یک مرد در اسرائیل به اتهام ارتباط با ایران در راستای برنامه‌ریزی برای ترور شخصیت‌های اسرائیلی بازداشت شد. لندن از اعلام سپاه پاسداران به عنوان گروه تروریستی خودداری کرد و دو پزشک به کمک ربات‌ها از فرانسه بیمارانی را 8000 کیلومتر دورتر در چین جراحی کردند. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز چهارشنبه 16 اکتبر 2024 میلادی برابر است با 25 مهر ماه سال 1403 خورشیدی. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در دیدار با ایمن السفدی، وزیر خارجه اردن، خواستار اقدام جمعی کشورهای منطقه برای متوقف کردن اسرائیل و جلوگیری از گسترش دامنه جنگ در منطقه شد و در تماس با دبیرکل سازمان ملل از آمادگی قاطع تهران برای پاسخ به حمله احتمالی اسرائیل خبر داد. عراقچی در دور جدید سفرهای منطقه‌ای خود در دو هفته اخیر، چهارشنبه 25 مهر ماه در عمان با عبدالله بن حسین، پادشاه اردن و وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. قرار است که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بعد از اردن به مصر و ترکیه سفر کند. به روز یک شنبه در نشست خبری مشترک با فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق، گفته بود که جمهوری اسلامی خواهان افزایش تنش و جنگ نیست، اما برای آن آماده است. مقامات محلی شهرستان شوشتر در استان خوزستان میگویند که آتش سوزی در پالایشگاه پارس پتروی این شهرستان که به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی رخ داده بود مهار شده است. محسن موسوی، فرماندار شوشتر، بامداد چهارشنبه 25 مهر ماه به خبرنگاران گفت که این آتش سوزی در ساعت 2:30 مهار و خاموش شد و دست کم یک کشته و چهار زخمی بر جای گذاشت. این در حالی است که یک مقام اورژانس و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جاندیشاپور ساعتی بعد از آن اعلام کرد که این حادثه تلفات جانی نداشته است. علت این حادثه به گفته شاهدان برخورد تانکر به مخزن سوخت بوده است. سهیلا گلستانی، بازیگر ایرانی که نامش با نقش‌آفرینی در فیلم دانه انجیر معابد اثر محمد رسولوف در عرصه بین‌المللی مطرح شد، برای دریافت جایزه بهترین بازیگری 17 دوره آسیا پاسیفیک نامزد شده است. از این جایزه معتبر سینمایی معمولاً به عنوان اسکار آسیایی یاد می شود. از زمان معرفی دستبندی جدید جایزه بهترین بازیگری بدون در نظر گرفتن جنسیت، این نخستین باری است که هر 5 نامزد این گروه زن هستند و سهیلا گلستانی یکی از آنهاست. همزمان با انتشار این خبر، گزارش هایی از احضار و توقیف پاسپورت شماری از عوامل دانه انجیر معابد منتشر شده است. آنها پیش از این هم تحت فشارهای امنیتی قرار داشتند. مراسم اهدای جوایز آسیا پاسیفیک 10 آذر ماه در استرالیا برگزار خواهد شد و با توجه به گزارش های منتشر شده از تشدید فشارهای امنیتی، حضور خانم گلستانی در این مراسم در حاله ای از ابهام قرار دارد. منابع حقوق بشری گزارش دادند که طی روزهای گذشته دست کم 7 زندانی در شهرهای مختلف ایران به دست مقامات قضایی جمهوری اسلامی اعدام شدند. قوه قضاییه یکی از این شهروندان را به دلیل نبودن مدارک و شواهد کافی برای محکومیت در پی برگزاری مراسم قصدنامه اعدام کرده است.
بر اساس گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سحرگاه چهارشنبه 25 مهر ماه، 4 زندانی در زندان قزلحصار استان البرز توسط مقامات قضایی جمهوری اسلامی اعدام شدند. 3 تن از این افراد در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند. همچنین سازمان حقوق بشر ایران روز چهارشنبه گزارش داد که یک شهروند به نام یونس اختر سمر که به قتل عمد متهم شده بود، به دلیل اینکه مدارک کافی در پرونده او وجود نداشت و بر اساس مراسم قصدنامه و علم قاضی به قصاص محکوم شد و روز دوشنبه در زندان جیرفت اعدام شد. یک سازمان حقوق بشری هشدار داد که محمد رضا عزیزی، کودک مجرم زندانی در زندان مرکزی شیراز که به اتهام قتل عمد بازداشت و به قصاص محکوم شده، با خطر اعدام قریب الوقوع مواجه است. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، محمد رضا عزیزی که در دوم شهریور ماه 1382 متولد شده، روز 29 شهریور ماه 1399 هنگامی که تنها 17 سال و 27 روز سن داشت دستگیر شد. یکی از نزدیکان محمد رضا عزیزی به سازمان حقوق بشر ایران گفته است که او اخیراً از بند سبز جوانان به بند ده همت منتقل شده و وکیل خانواده اطلاع داده که حکم اعدام او قرار است که روز یکشنبه آینده 29 مهر ماه اجرا شود. به گفته یک منبع، عزیزی در جریان یک درگیری ابتدا از ناحیه ران پا با چاقو زخمی شد و سپس در دفاع از خود چاقویی بیرون آورد که به مقتول برخورد کرد، اما در دادگاه دفاع مشروع او نادیده گرفته شده و حکم قصاص صادر شد. همچنین دادگاه به شاهدان معرفی شده توسط خانواده توجهی نکرد. فریشه مرادی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، از یک هفته پیش همزمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام 19 مهر ماه در اعتصاب قضایی نامحدود به سر می‌برد. بنا به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان مستقر در پاریس، پزشک بهداری زندان اوین روز دوشنبه 23 مهر ماه مرادی را در بند زنان اوین مورد معاینه قرار داده و خواستار تزریق سرم و انتقال او به بهداری شده، اما او از پذیرش توصیه پزشک امتناع کرده است و همچنین هدف اعتصاب قضایی خود را مقابله با به حاشیه راندن صدای مبارزان داخلی از طریق جنگ‌های فرامرزی جمهوری اسلامی اعلام کرده بود. بینندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی، دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی، کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. آیا از شما کلاهبرداری شده؟ نگران نباشید. جعل اسناد، جعل وکالتنامه، جعل قراردادها و حتی جعل وصیت‌نامه و غیره را ما قانوناً به نفع شما پیگیری خواهیم کرد. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. مقامات لبنان می گویند که در ادامه حملات هوایی امروز اسرائیل به مناطقی در سراسر لبنان 21 تن کشته شدند که 6 تن از آنها شهروندان نبطیه در جنوب این کشور بودند، از جمله شهردار این شهر.
این خبر ساعتی بعد از آن منتشر شد که سازمان دولتی دفاع مدنی لبنان که مسئولیت نجات و امداد رسانی در این کشور را بر عهده دارد اعلام کرد که جسد 15 تن را از زیر آوار یک ساختمان در شهر قانا بیرون آورده است. نجیب میقاتی نخست وزیر موقت لبنان در بیانیه اعلام کرد که ساختمان شورای شهر در نبتیه در حالی هدف قرار گرفت که اعضای آن در حال بحث و بررسی چگونگی امداد رسانی به آسیب دیدگان بودند. میقاتی در بیانیه خود همچنین اعلام کرد که جامعه بین الملل در مورد حملات اسرائیل که منجر به کشته شدن غیر نظامیان شده به عمد سکوت کرده است، اما ارتش اسرائیل میگوید که مراکز فرماندهی و تاسیسات تسلیحاتی حزب الله را که در مناطق غیر نظامی نبتیه مستقر شده بود هدف قرار داده است، اما مدرکی ارائه نکرد. فرماندار نبتیه هم گفت که حملات هوایی اسرائیل که به کشته شدن شهردار این شهر و شماری دیگر از کارکنان شهرداری منجر شد در جریان جلسه ای برای هماهنگی کمک‌های انسانی به غیر نظامیان رخ داده است. به گفته فرماندار اکثر ساکنان نبتیه بعد از بمباران‌های شدید هوایی اسرائیل از این منطقه خارج شدند و شهردار نبتیه و کارکنان شهرداری برای کمک به افرادی که منطقه را ترک نکرده بودند در شهر باقی مانده بودند. این حملات مرگبار در حالی صورت گرفته که اسرائیل بعد از گذشت یک هفته بار دیگر از روز چهارشنبه حملات خود را به حومه جنوبی بیروت آغاز کرده است. دفتر دادستانی و پلیس اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کردند که یک مرد 35 ساله در این کشور به اتهام ارتباط با ایران در راستای برنامه‌ریزی برای ترور شخصیت‌های اسرائیلی تحت پیگرد قرار گرفت. این شهروند اسرائیل که ولادیمیر ورخوفسکی نام دارد به ارتباط با عامل خارجی همراه داشتن و جابجایی سلاح و توطئه برای ارتکاب اقدام تروریستی متهم شده است. در سند قضایی صادر شده علیه این مرد آمده که او 2 ماه پیش با فردی که از طرف نهادهای اطلاعاتی ایران فعالیت می‌کرد ارتباط برقرار کرده بود. به گفته دادستانی اسرائیل فرد مزبور در جریان این تماس با ولادیمیر ورخوفسکی خودش را شهروندی اسرائیلی اما مقیم کانادا معرفی کرده بود و ولادیمیر ورخوفسکی متهم شده که با وجود اطلاع از خصومت این فرد با کشور اسرائیل اقداماتی را به دستور او که خود را اعلی معرفی کرده بود انجام داده است. ولادیمیر ورخوفسکی متهم شده که در ازای اقداماتی که انجام داده بین 30 تا 200 دلار از طریق حساب رمز ارز دریافت کرده است. از جمله وظایفی که الی به این مرد محول کرده بود می توان به دیوار نویسی های مختلف از جمله شعار هیتلر مساویس با نتانیاهو، دفن دستگاه های رادیویی در اطراف یک ایستگاه اتوبوس و فیلم برداری از تظاهرات در تل آویو اشاره کرد. ولادیمیر ورخوفسکی متهم شده که یک تلفن همراه را به طور خاص برای برقراری ارتباط با الی تهیه کرده بود. به اواخر ماه میلادی گذشته با جمع‌آوری اطلاعات از یک خانه مسکونی و عکس برداری از آن موافقت کرده بود. در سند قضایی منتشر شده از طرف دادستانی اسرائیل آمده که ولادیمیر ورخوفسکی با دریافت 100,000 دلار در ازای انجام مأموریت به قتل یک دانشمند اسرائیلی موافقت کرده بود. او بعد از دریافت سلاحی که برای این مأموریت باید از آن استفاده می کرد بازداشت شد. دولت بریتانیا تصمیم گرفته که علی‌رغم درخواست‌های فراوان برای اعلام سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی از این اقدام خودداری کند. منابع دولتی به پلیتیکو گفتند وزیر کشور بریتانیا تمایلی به قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی ندارد. این در حالی است که حزب کارگر زمانی که اپوزیسیون بود از این اقدام حمایت می‌کرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میگوید که نیروهای کشورش در منطقه خاورمیانه برای تأمین منافع ملی مهم این کشور مستقر خواهند شد. بایدن روز سه‌شنبه 24 مهر ماه در نامه‌ای به رؤسای مجلس نمایندگان آمریکا و سنا و رهبران احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه در دو مجلس بار دیگر با اعلام حمایت این کشور از اسرائیل بر حفاظت از افراد و اموال ایالات متحده در برابر حملات جمهوری اسلامی و شبه نظامیان وابسته به ایران تاکید کرد. رئیس جمهور آمریکا در ادامه با اشاره به اینکه کشورش در ماه‌های اخیر وضعیت نیروهای نظامی خود را برای حفاظت بهتر از نیروهای خودی حمایت از اسرائیل تغییر داده گفت که در این راستا
گروه ضربتی ناو USS ابراهام لینکلن گسترش یافته و همراه با اسکورت ناوشکن مجهز به جنگنده های نسل پنجم F-35 سی لایتنین 2 شده است. به گفته بایدن، واشنگتن ناوشکن های بیشتری از جمله ناوشکن هایی با قابلیت دفاع موشکی بالستیک زیر دریای موشکی هدایت شونده USS جورجیا را در منطقه مستقر کرده است. رئیس جمهور آمریکا در ادامه نامه تاکید می‌کند که دستور استقرار یک سامانه دفاع موشکی بالستیک به اسرائیل و همچنین اعزام نیروهای ایالات متحده را که قادر به عملیات با آن هستند صادر کرده است تا از اسرائیل در برابر هر گونه حملات موشکی بالستیک محافظت کند. بر اساس برخی گزارش ها شماری از پناهجویان افغان که روز یک شنبه 22 مهر ماه قصد ورود به ایران را داشتند در منطقه کلگان سرابان به دلیل انفجار مین کشته و زخمی شدند. منابعی هم از تیراندازی نیروهای جمهوری اسلامی به سوی این مهاجران اهل افغانستان خبر دادند. کانال تلگرام حالبش که عمدتا خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، به نقل از افراد حاضر در محل به وقوع تیراندازی اشاره کرد. همزمان چند منبع آگاه گفتند که انفجار مین هم به همراه تیراندازی ماموران رخ داده است. این منابع افزودند که در این ماجرا دست کم یک تن کشته شده، اما شمار زخمی ها زیاد بوده و به ده ها تن می‌رسد. طرح جنجالی دولت ایتالیا برای بررسی درخواست پناهندگی هزاران پناهجو در خارج از مرزهای اتحادیه اروپا وارد مرحله اجرایی شد و اولین گروه از مهاجران غیرقانونی با یک کشتی نظامی به آلبانی منتقل شدند. نخستین گروهی که صبح چهارشنبه 25 مهر ماه با ورود کشتی لیبرا به بندر شنجن به آلبانی برده شدند، شامل 10 بنگلادشی و 6 مصری هستند که 22 مهر ماه از قایق‌هایی در حرکت از لیبی به سمت ایتالیا نجات داده شده بودند. این گروه بعد از تکمیل امور اداری در شنجن به اردوگاهی در روستای جادر در فاصله حدود 15 کیلومتری بندر منتقل و تا پایان مراحل بررسی درخواست پناهندگیشان در آنجا اسکان داده می شوند. قرار است که در مرحله بعد و در صورت پذیرفته شدن درخواست پناهندگی به ایتالیا منتقل شوند، اما چنانچه درخواستشان رد شود بلافاصله به کشور خود اخراج خواهند شد. بینندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. دفاتری لا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا. از زمان تصادف و صدمات بدنی، از ابتدا تا پایان پرونده، حتی تا ترایل و دادگاه با شماست. هیدری لا با بهره‌گیری از تیم گسترده حقوقی و با همکاری بیش از 10 وکیل برتر در کالیفرنیا و نوادا. در هیدری لا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر سپرده نمی شود. 818-818-0707 hidarilaw.com. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلچر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم؟ غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الان هم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیر بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. خبرها را دنبال میکنیم. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین بعد از گفتگوهای اخیر با متحدان اروپایی خود روز چهارشنبه در پارلمان این کشور
از طرح پیروزی رونمایی کرد. همزمان برخی رسانه‌ها نوشتند که اسرائیل درخواست همکاری با کیف علیه جمهوری اسلامی را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، زلنسکی در این جلسه فوق‌العاده با نمایندگان مجلس و مقامات ارشد ضمن تاکید بر ضرورت حفظ اتحاد در کشور تا پایان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 5 نوامبر گفت صرف نظر از اینکه پوتین چه می‌خواهد باید به همراه شرکای خود شرایط را تغییر بدهیم تا جنگ پایان یابد. او یکی از شروط پایان جنگ را لزوم دستیابی اوکراین به ظرفیت بازدارندگی غیر هسته‌ای عنوان کرد و گفت چنین ظرفیتی برای نابودی قدرت نظامی روسیه کافی است. زلنسکی جزئیات بیشتری ارائه نکرد و گفت طرح پیروزی محرمانه دیگری وجود دارد که نمیتواند آن را فاش کند. شرکت مایکروسافت با انتشار گزارشی درباره تهدیدهای دیجیتال اعلام کرد که روسیه، چین و ایران برای جاسوسی سایبری و هک شبکه‌های کشورهای متخاصم خود نظیر آمریکا به طور روزافزون به گروه‌های بزهکار متکی هستند. بر اساس این گزارش، همکاری روزافزون میان دولت‌های مستبد و هکرهای مجرم زنگ خطری برای مقامات امنیت ملی و کارشناسان امنیت سایبری در کشورهای هدف محسوب می‌شود که می‌گویند این نوع همکاری‌ها گواه اقداماتی است که پکن یا کرملین با هدف تضعیف و صدمه زدن به کشورهای رقیب انجام می‌دهند. تحلیلگران شرکت مایکروسافت در یک مورد دریافتند که یک گروه هکر مجرم مرتبط با ایران بعد از رخنه در یک وبسایت دوستیابی در اسرائیل سعی داشته که اطلاعات شخصی را که به دست آورده به فروش برساند یا منتشر کند. مایکروسافت به این نتیجه رسیده که هکرها از این کار دو هدف را دنبال می‌کردند: شرمسار کردن اسرائیلی‌ها و دستیابی به پول. محققان شرکت با بررسی یک مورد دیگر یک شبکه مجرم روسی را شناسایی کردند که در ماه جون در بیش از 50 ابزار الکترونیک مورد استفاده ارتش اوکراین رخنه کرده و ظاهراً به دنبال دستیابی به اطلاعاتی بوده که تهاجم روسیه به اوکراین را تسهیل کند. مایکروسافت میگوید که برای کشورهای نظیر روسیه، چین، ایران و کره شمالی که آن هم ارتباطات خودش را با گروه هکرها دارد، همکاری با مجرمان سایبری پیوندی بی درد سر و دو سرسود محسوب می شود. در این حال این دولت ها می توانند حجم و سطح اثر بخشی عملیات سایبری را بدون افزایش هزینه بالا ببرند. دو جراح فرانسوی و اسپانیایی ماه سپتامبر در شهر بوردو واقع در غرب فرانسه به طور جداگانه دو عمل جراحی نادر را انجام دادند. آنها به کمک ربات‌ها و از مسیر اینترنت بیمارانی را که در بیمارستانی در شهر پکن بستری بودند از راه دور جراحی کردند. این دو عمل جراحی که همزمان با برگزاری کنگره سالانه انجمن اورولوژی اروپا و توسط بخش تخصص رباتیک این انجمن انجام شد، راه را برای توسعه جراحی‌های فراقاره‌ای باز کرد. زمان انجام اولین عمل جراحی 11 سپتامبر بود و در جریان آن تومور 3.5 سانتی متری یک بیمار 37 ساله بستری شده در پکن توسط یک جراح اسپانیایی و رئیس انجمن اورولوژی اروپا از کلیه او خارج شد. این جراحی به صورت زنده در نشست کنگره بوردو پخش شد و بیمار تنها 3 روز بعد از بیمارستان مرخص شد. عمل جراحی دوم هم توسط یک پزشک فرانسوی متخصص اورولوژی در شهر بوردو انجام شد. او یک مرد 51 ساله در پکن را که به سرطان پروستات مبتلا بود از راه دور و با استفاده از یک ربات در مطب خود تحت عمل جراحی قرار داد. انجام این جراحی های شگفت‌انگیز باعث شد که دو بیمار از فاصله 8000 کیلومتری از تخصص دو پزشک اروپایی بهره ببرند. شهرداری شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک که به معماری خیره کننده و آبجوهایش شهرت دارد، برگزاری تورهای بار و میخانه‌گردی شبانه را به دلیل نگرانی ها از تأثیر منفی آنها بر کیفیت شهروندان ممنوع می کند. این ممنوعیت از ماه نوامبر به اجرا در می آید. معاون شهردار پراگ گفت که شهرداری پراگ به دنبال گردشگرانی ثروتمندتر و با فرهنگ تر است، نه کسانی که می آیند و فقط می خواهند مدت کوتاهی مست باشند. میانگین مصرف آبجو به ازای هر شهروند از جمله نوزادان در سال 2023 در جمهوری چک به 128 لیتر در سال رسید که بالاترین میزان در جهان است. جایگاه بعدی با اختلاف بیش از 20 لیتر متعلق به اتریش است.
آبجو در برخی از رستوران‌های زادگاه کافکا هنوز هم ارزان‌تر از آب است. بیننده هاشمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. دیدگاه خوش رو بهتون تقدیم می‌کنم.